طی نیم قرن گذشته سینمای معاصر ایران آینه تمام قد مسائل مبتلا به سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما بوده. این سینما در این حال نماینده پویش‌های مستمر ما برای تعالی اجتماعی و فرهنگی در جهان بوده. نقش زنان در شکل‌گیری این سینمای نوین و پیشبرد ما به سوی اهداف دموکراتیک، عدالت اجتماعی و تساوی حقوق شهروندی چگونه بوده؟ سلام، من حمید دباشی هستم و این برنامه شما هفته سبز. جنبش سبز هفته 24. هفته گذشته در میان موج سرکوب جنبش سبز، ایران هنوز شاهد تظاهرات دانشجویان دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه تهران، علم و صنعت، تربیت معلم کرج و قزوین بود. با این حال دولت به موازات این اعتراضات با بکارگیری خشونت سعی در ایجاد ترس و ارعاب در میان مبارزین آزادی و دموکراسی دارد. بعد از پخش دادگاه‌های نمایشی توسط تلویزیون دولتی ایران، اکنون زمان برای صدور احکام این دادگاه‌ها فرارسیده است. در هفته اخیر، حکم اعدام یکی دیگر از این دستگیر شدگان در جریان تظاهرات بعد از انتخابات صادر شد. تلخ‌ترین اتفاق هفته گذشته، مرگ مشکوک دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزد بود. دکتر پوراندرجانی که برای انجام خدمت سربازی در بازداشتگاه کهریزک به کار گمارده شده بود، شواهدی مبنی بر قتل و شکنجه بازداشت شدگان در دست داشت و برای شهادت دادن در مجلس آماده می شد. باور عده زیادی بر این است که وی توسط نیروهای حکومتی به قتل رسیده است. محمد خاتمی طی دیداری با دانشجویان در هفته گذشته تاکید کرد جنبش مردم ایران یک التهاب روانی نیست که به سادگی از میان برود. به اضافه کرد حضور افرادی که مورد پسند دانشجویان نیستند در دانشگاه‌ها عکس‌العمل‌هایی از جانب دانشجویان در پی خواهد داشت که به زیان‌های جبران‌ناپذیری منجر خواهد شد. در کشوری که مطالبه ابتدایی‌ترین حقوق انسانی سنگین‌ترین هزینه‌ها را در پی خواهد داشت، مردم ایران توانمندتر از همیشه به مسافه بی‌عدالتی رفتند. مبارزه زنان و مردان این سرزمین که در 30 سال گذشته در اشکال مختلف هنری متبلور شده بود، اکنون به کوچه ها و خیابان ها کشیده شده است. این جنبش با بردباری و هوشیاری تک تک این زنان و مردان با گذشت هر روز به پیروزی نزدیک‌تر خواهد شد. چند تن از برجسته‌ترین کارگردانان ما، آقای جعفر پناهی، خانم شیرین نشاط، خانم حنا مخملباف، در جریان فستیوال‌هایی که در چند هفته اخیر شرکت کردند، با نماد سبز حاضر شدند. به نمایندگی و به نشانه همراهی و همفکریشون با نهضت سبز ایران. از طرف دیگه هنرمند برجسته ما خانم معتمدآریا و همچنین کارگردان ما آقای مجتبی میرطهماس که برای شرکت در فستیوالی به خارج از کشور قرار بود بیان، از خروجشون ممانعت شد. در این حال برخی از مستندسازای ما طی نامه‌ای از حضور در سینمای حقیقت خودداری کردند، چرا که نمیتونن تمام واقعیت‌های کشورمون رو اونطور که شاید باید نشون بدن. امروز من بسیار خوشحالم که خانم لا فرانسیس هیو که مدیر برنامه ریزی سینمای ایجا سوسایتی در نیویورک هست و اخیراً فستیوالی رو روی حضور زنان در سینمای ایران برگزار کرده مهمان ماست. لا، thanks for joining us. My first question for you is what attracted you to Iranian cinema in the first place? Well, Iranian cinema first got on the radar internationally in the late 80s and early 90s with films initially by people like Abbas Kiarostami and Mohsen Mahmoudov. And when those films got on the International Film Festival radar, critics and audiences were stunned by the originality, the poetic nature, the beauty of the country and its people. And those films reminded people of Italian neorealism from the 40s and 50s. A lot of them are about very common people, working class, people who live with a lot of obstacles in life. And a lot of films feature non-professional actors
giving a sense of authenticity, and also the fiction films carry a documentary aesthetic, blurring fiction and nonfiction. Iranian films, a lot of them are just about everyday life. It's really remarkable that filmmakers are able to turn really mundane, ordinary act in your daily life into great cinematic art. And they are able to actually work around the social and political restrictions imposed on Iranian cinema. What is your assessment of the role of Iranian women, both in front of camera and behind camera, as the way they are portrayed in Iranian cinema and the role as directors and producers? What a lot of people don't know is that despite the social and political restrictions that women have to live under, a lot of people are actually able to maintain a professional life. For example, the filmmaker of Women's Prison, Mani J. Hagmart, she has worked on over 20 films as assistant director and producer. Women's Prison is her directorial debut. And also the director of The Day I Became a Woman, Masiye Meshkini, she has also worked on many projects. And of course, there are other filmmakers as well, female filmmakers, for example, Rasham Bani Etemad, Milani, Samira, and Hannah. They have all done a lot to bring women's issues to the screen. And it is very important for women to participate actively in filmmaking because it is their own destiny. They cannot wait for someone else to help them. They have to do something themselves. And in terms of what we see on screen, a lot of films feature women characters who refuse to be victimized. They don't sit back and just accept what's happening to them. They are very stubborn people. They will do whatever it takes to achieve their dreams. And I think that's very important. My next question is the difference between the perception of Iranian women as it exists in the society at large, in the world at large, and the way you perceive them in Iranian cinema as they are portrayed in this art form. There is a huge discrepancy, and it is fairly unjust, actually, because I think the mainstream media, they have a way to present one side of the story. And what we see on screen in cinema, I think it has done a great contribution to show other sides of Iran, other sides of women's life in a completely different light. My last question has to do with the overwhelming presence of women in this civil rights movement, at the forefront of the movement. What is your assessment of the presence of this woman in these demonstrations and your and the relationship with Iranian cinema? I think what I see in the news, these women participating in the demonstrations, fighting for their goals, it exactly mirrors what I see in the films I present in my series. It's these women who will not give up and they want to take matters into their own hands. And I think it is a very encouraging message. That's a lovely message to end with. Thank you, love. Thanks for having me. زبان طغیان ما بر علیه ظلم و زور زبان خود ماست. زبانی برخواسته از دل مبارزات دیرینه ما. زبانی پنهان و آشکار در دل شعر و ادبیات و فرهنگ ما. در دل هنرهای تصویری ما. در دل فقه و فلسفه و کلام ما. این زبان زبان جورج بوش نیست. این زبان زبان هژمونی جهانی نولیبرالیسم نیست. نماد رنگ سبز برخواسته از دل فرهنگ کهن و جدید ماست. سناتور مکین اگر 10 مچبند سبز هم ببندد، به نهضت سبز ما هیچ ارتباطی ندارد. نهضت سبز ما به راه خود ادامه خواهد داد. من حمید دباشی هستم. تا هفته سبز دیگر، خدا نگهدار.